انتقادهای تند کاخ سفید درباره بحران انسانی غزه. وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده عضو کابینه جنگ اسرائیل در سفر به واشنگتن با انتقادهای تند و پرسش‌های سخت مقام‌های کاخ سفید درباره وضعیت غزه مواجه شد. بنی گانس عضو کابینه جنگ اسرائیل روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 اسفند با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آکسیوس به نقل از سه مقام اسرائیلی و آمریکایی گزارش داده که بنی گانس در دیدار با کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتقادهای تند در مورد بحران انسانی در غزه و استراتژی جنگی اسرائیل مواجه شد. این وبسایت آمریکایی افزوده است بنی گانس که به عنوان یکی از اعضای میانه روتر در کابینه جنگی اسرائیل محسوب می شود در این سفر متوجه سرخوردگی کاخ سفید از دولت اسرائیل شد. آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است که بنی گانس از شدت انتقادها در مورد بحران انسانی و همچنین درباره فاصله بسیار دیدگاه‌های آمریکایی و اسرائیل در مورد عملیات احتمالی در رفح شگفت زده شد. مقام‌های رسمی آمریکا و اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. با این حال آکسیوس نوشته است که انتقادهای مطرح شده در جلسات خصوصی در کنار انتقادهای علنی که دولت جو بایدن در دو روز گذشته بیان کرده نشان می‌دهد که صبر کاخ سفید به سر آمده و در حال افزایش فشار بر دولت اسرائیل است. آقای بایدن در این حال شامگاه سه‌شنبه 15 اسفند تأکید کرد که دستیابی به توافق آتش‌بس که آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های امدادی را ممکن می‌کند به گروه حماس بستگی دارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر آتش‌بس تا ماه رمضان برقرار نشود، وضعیت در اسرائیل و به ویژه در اورشلیم بسیار خطرناک خواهد بود. سفر بنی گانس به واشنگتن خشم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برانگیخت و به گزارش رسانه‌های اسرائیل و همچنین آکسیوس او به سفارت اسرائیل در واشنگتن دستور داد که در دیدارهای گانس شرکت نکند و هیچ کمکی در اختیارش نگذارد.